بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده، در خدمتون هستیم با پنجمین شب از ویژه برنامه حج از شبکه جهانی نور، و در این شب و انشاءالله شب آینده در خدمت استاد زهرابی هستیم. سلام عرض میکنم خدمتون. سلام و رحمت الله. بسم الله، الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. بنده هم سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و این مناسبت بسیار عظیم و بزرگ که هر سال ما شاهد این تجمع بسیار عظیم و این شعیره بسیار معظم هستیم. آرزو میکنیم که خدا آن توفیق بده همه ما مشرف بشیم به زیارت خانه خدا و اعمال مناسک حج. آمین. یه مقدار از عقب اگر شروع کنیم، از ابتدا اگر شروع کنیم، بعد از اینکه ابراهیم ابا الانبیا علیه السلام و علی نبی افضل صلات و تم تسلیم مراسم حج رو و جمع شدن مردم، دعوت مردم برای حج رو بنیان نهاد، تا زمانی که رسول الله علیه السلام فرمودند خذوا عنی مناسککم و ما به این شکل بله حج رو اجرا میکنیم، در این میان، در میان دعوت ابراهیم تا دعوت محمد علیه السلام، آیا حجی اتفاق میافتاد؟ آیا مشرکین به شیوه های دیگه انجام مناسک یا مراسمی به شکل حج امروزی رو داشتند یا نه؟ بله، اونطوری که در قرآن کریم هست که اولا خداوند داستان حج رو، اصلا ماجرای حج رو از زمانی بحث می کند که حضرت ابراهیم رو مکلف کرد که به سرزمین مکه و به جایی بره که امروز شهر مکه هست، و زمانی که خیلی هم جالب هست اینجا، و اذ بوأنا لابراهیم مکان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، که اینجا هنوز اتفاقی نیفتاده، هنوز خداوند فقط جای حج رو نشون داد، جای اونجا بوأنا لابراهیم مکان البيت، جایی که خونه خدا کعبه بنا میشه، اونجا رو به حضرت ابراهیم نشون داد. بعد میفرماید که کارهای دیگر رو هم ادامه میده که این خونه رو پاک کن برای طواف کنندگان، قائمین و کسانی که رکوع و سجود میکنن. این رکوع و سجود که میاد خیلی جالبه که محدود به خود حرم، محدود به خانه خدا نمیکنه. یک با الف و لام که میاد، الف و لامی که الف و لام استغراق هست، میتونه کل زمین رکوع و سجودشون رو به کعبه و رو به مکه باشه. و اونجایی که بعد از این که خونه رو نشون میده، میفرماید که جایی که دستور میده به حضرت ابراهیم که بچه هات رو، زن و بچه تو بردار و برو اونجا. میگه ربی اینی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، هنوز بیتی وجود نداره، عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلا. خیلی جالب است که اینجا روح همه عبادات نماز، روح روزم نماز، زکاتم نماز، حجم نماز، همه اینها مرتبطن به نوعی به نماز، و اون همین که انسان اطاعت خداوند بکند و نماز بخونه. و از اون زمان هست که دیگه بعد از مراحل بعدی هاجر میاد، اسماعیل هست و سالها میگذرد. بعد خونه خدا رو بعد اینکه اسماعیل به سنی میرسه که بتونه کمک کنه، در اونجاست که خداوند دستور میده که خونه خدا رو بنا کنید. پس این که بعضی وقتا ما میشنویم میگن خونه خدا از قبل از اون، از زمان آدم وجود داشته و روی یک مکان یا یک خونه قدیمی ابراهیم ساخت خونه رو علیه السلام، این بود صحت این یک نداره. تفسیره، این یک تفسیره، از اونجایی که میگه جای خونه رو نشونش دادیم، یعنی خونه بوده جاش رو نشونش داده. و در جایی هم که میفهمه عند بیتک المحرم، هنوز بیتی وجود نداره، که ابراهیم میگه عند بیتک المحرم، در اونجایی که میگه خدای من زن و بچه‌مو در یه سرزمین لم یزرع گذاشتم، در نزد خونه خودت تا نماز بخونن، لیقیم الصلاة، تا نماز بخونن، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، دل مردمان رو روی اونها چیز کن. اما به نظرتون این قول تفسیری راجح نیست؟ یعنی تفسیر معقول و منطقی هست و با ادله شرعی هم خوانی داره حتما، ولی خب صراحت نیست. این اینطوری نیست که صراحتا گفته باشن این خونه از زمان حضرت آدم بوده باشه، یعنی نص صریحی در این باب نیست. ولی خب آیات دیگری که میفهمه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، که بکر رو هم لفظ دیگری از کلمه مکه هست،
که خداوند این خونه اولین خونه ای که بنا شده این هست و این درست هم هست. وقتی که آخرین خونه همینه، اولین خونه هم همین خواهد بود و این تعددها وجود نداشته قطعا. لذا حج همیشه بوده، حتی در زمان جاهلیت قبل از اسلام هم حج بوده و مردم می اومدن حج می کردن و داستان ابرهه رو هم شنیدید که ابرهه می خواسته که این خونه رو خراب کنه. لذا حج کردن هم تنها مختص نبوده به طواف خانه خدا، تمام مشاعری که وجود داشته از زمان حضرت ابراهیم، زیرا که بحث منا و بحث قربانی و بحث صفا و مروه و بحث همه این جریانات مرتبط به حوادثی یا رمزهایی است برای بیاد ماندن اتفاقاتی که اون اتفاقا همه مرتبط به توحید و یکتاپرستی هست. لذا همه اونها مشاعره، یعنی و من یعظم شعائر الله، همه اینا شعائرن، یعنی از خود خونه خدا گرفته، طواف کعبه شده، اون خونی که ریخته میشه، گوسفندی که ذبح میشه، رمی جمرات، تا وقوف در عرف و مبیت در منا و مزدلف و بقیه مشاعری که وجود داره، همه اینها جزء شعائرن، جزء نشانه ها هستن. کلمه شعائر و شعیره به معنی نشانه هست، یعنی اینها رمزن، اینها کدن، یا به عبارت دیگه لوگو هستن اصلا. بلد. در عربی امروز به لوگو میگن شعار. شعار آره. این شعائر در واقع نشانه هایی هستن که به جا مانده و اون نشانه ها همه نشانه و رمز بندگی خدا و گذشت از همه چیز به خاطر رسیدن به خداوند است. پس در هم در وقتی حتی توحید کمرنگ شده بوده، باز هم این شعائر ادامه داشته و مردم همچنان می اومدن به سمت خونه خدا برای اینکه بالاخره یک شعائری رو انجام بدن، یک کارهایی رو انجام بدن، گرچه جای توحید بت گرفته بوده. درسته؟ بله. نه، اونها حتی اگر بت هم بوده ولی کاری به کار بت ها نداشتن در حج. در حج در واقع مردم می اومدن خانه خدا رو زیارت میکردن، حج رو، خانه خدای واحد رو. بله بله، خانه خدای واحد رو و حج میکردن و در حجشون هم شرک میورزیدن. وقتی که میگوید لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک ملکته و ما ملک، این شعار رو میدادن. لب جای همین لبیک خودمون میگیم، لبیک حضرت ابراهیم گفته بود، اونا کلماتی رو زیاد کردن، شریکی نداری بجز شریکی که داری، تو مالکشی ولی اون مالک تو نیست. بله. یعنی الان وقتی صحبت میشه از اینکه چطور این قبور میتونن برای شما کاری انجام بدن یا حاجت روا بدن، میگن خداوند آیا میتونه این قدرت رو به این قبور بده یا نه؟ شراکتیه که خداوند به این قبور داده، به این بزرگان داده در قبرها و اینها میتونن این کارها رو انجام بدن. شرک همیشه شرک بوده و مونده در واقع. بله. این ببینید، همیشه کسایی که میخواد، هر کسی، بشر خیلی موجود عجیبیه، وقتی بخواد یک باطلی رو هم رنگ کنه رنگش میکنه. شیطان هم کمک میکنه، زین للناس هم هست، تزیین هم میکنه، زین لهم اعمالهم. یعنی شیطان زمانی که تزیین میکنه براشون، بشر هم خودش این آمادگی رو داره که همیشه به دنبال اینه که یه چیزی رو درست کنه، ملموس، دست بهش بزنه، اون رو به جای خدا بذاره، اون رو پرستش بکنه، خب بگه بعد این نظر کرده هست. یا حتی همونطوری که در بعضی از روایات هم اومده، در زمان حضرت نوح وقتی بت ها وجود داره، یعوس و یعوس و نصر، بت هایی که در زمان حضرت نوح بودن، میگه اینها شخصیت هایی بودن در اصل قبل از نوح آدم های خوبی بودن. این آدم خوبا بعد اینکه فوت کردن، مردم یادبودی ازش درست کردن، تندیسی ازشون ساختن فقط برای احترام. بله. کم کم این احترام تبدیل شد به اینکه بیان تبرکشون کنن. بله. تبدیل شد به اینکه تعظیمشون کنن. نسل های بعدی تعظیم رو تبدیل کردن به سجده. بله. و نسل بعد از اونها سجده رو هم تبدیل کردن به عبادت، اون رو شریک خداوند خوندن. و هیچ مشرکی هم در طول تاریخ نگفته که این بتی که من میپرستم، این قبری که من میپرستم، خدای یگانه است، خدای یگانه یا خالق یا رازق یا چی، همه گفتن اینا نظر کردن، اینا کسانی هستن که ما رو به خدا وصل میکنن. مشرکین هم همینو گفتن، گفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، برای اینکه ما رو به خدا وصل کنن، وگرنه ما کی باشیم؟ ما خیلی گناهکاریم، روسیاهیم. میگفتن که ما اصلا نمیتونیم با خدا مستقیم وصل بشیم، به خاطر اینکه خودشون تحقیر میکردن اون بت رو
میگذاشتن اون وسط که واسطه باشه و این تصوری بود، فکر میکردن هر جایی در دنیا عظیمی وجود داره نمیشه بهش برسی. وقتی مثل پادشاهی فرض کنی، پادشاه ظالمی که به همه کس اجازه نمیده بیان دربار، به هر کسی اجازه نمیده بیان باشون صحبت بکنن و خواسته رو بگن، باید یه پارتی باشه. و همین تصور رو هم در مورد خداوند اجرا کردن و همین الان هم همین تصور همچنان در بین کسانی متاسفانه که... بله. بسیار منتشر است. هنوزم شرک به شیوه های مختلفی وجود داره، یکی از شیوه هاش همین خواستنه. شما سوالتون در مورد حج بود، این حج وجود داشته و حج میکردن و خیلی جالب جایی هست که مسلمانان گاه وقتی در زمان پیامبر صحابه گاه وقتی فکر میکردن وقتی که مدتی که نتونستن حج برن، بله خب به مکه نمیتونستن برن، بله بعد هجرت نمیتونستن برن، خب گفتن یا مشرکین خودشون رو بالاتر دیدن، اینا دارن سقایت الحاج میکنن، به حجاج خدمت میکنن، خیلی درجهشون بالاست. اونای مسلمان هم از اصحاب، بعضی از اصحاب گفتن که اونا همه اجر رو بردن، اونا دارن خدمت میکنن، اونا دارن تقرب الى خدا. این در حجی که مشرکانه برگزار آره. میشده، خب خدمت حجاج بله. یک فضیلت بزرگ بود. از قدیم همچنان بود، لذا گفتن به خداوند آیه نازل کرد که اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا تا آخر، و اینا رو با هم قرار دادید، چطوری اینا مساویان؟ اونی که داره به حجاج غذا میده با اونی که ایمان به خدا داره و عمل صالح داره، ایمان به روز آخرت داره، چطوری ممکنه مساوی باشه با اونها که شرک میورزن؟ فقط تفاوتی از داره خدمت میکنه. امروز خیلی ها هستن که خدمت های مشرکانه رو در مقابل ایمان و عمل صالح قرار میدن متاسفانه، و اون زمان هم همین کارا رو میکردن. یک مثالش رو میتونی بزنید؟ ببینید اونی که داره میگه من خدام نمیدونم حرم امام رضا، حرم امام رضا یا هر امام دیگر یا هر قبری فرق نمیکنه، حالا اختصاص ندیم بین که تنها قبر امام رضا است که کسایی داره، قبر ویس قرنی، قبر عبدالقادر گیلانی، هر قبر دیگری که فکر کنن فضیلت در این است که انسان به اون قبر خدمت کنه، کار بسیار اشتباهی هست و قطعا نه عبادت به حساب میاد، زیرا ما نداریم، جایی نداریم در فقهمون، در سنت پیامبر که تشویق کرده باشه به اینکه برید به قبر خدمت کنید ده. یا به کسانی که میان زوار اون قبرن خدمت بهشون بکنید. تنها وظیفه ما نسبت به اهل قبور احترامشون هست، اینه که مورد اهانت قرار نگیرن، اینه که اعمالی که واجبه از کفن و دفن و بقیه مراسم تا زمانی که دفن میشن، بعد اون هم کسی با پا نره روی قبر، اونجا مثلا فرض کنید جایی تبدیل نشه که نوعی اهانت به اون صاحب قبر تلقی بشه، بیشتر از این نیست. و جالب این که پروردگار متعال در مورد آب و غذا دادن به حجاج در توسط بله. مشرکین صحبت میکنه، نه بت پرست ها بله. الزاماً همون حج و مسئله حج بوده، حج بوده که اصحاب بله. محمد علیه السلام هم به این قبطه میخوردن که اینها دارن بله. خدمت میکنن به حاجیان، ولی باز هم چون که با اون وصف مساوی نبوده با ایمان به خدا و ایمان به رسول الله و ایمان به آخرت و عمل صالح بله. یه نکته که سوال اینجا پیش میاد، یه فقط یک سوال، میشه اون لبیک اللهم لبیک با ترجمهش به شکلی که مشرکین میگفتن رو یه بار دیگه بگید؟ کلمه لبیک یعنی اجابت کردم، زیرا مسئله حج از اون زمانی که خداوند دستور داد به ابراهیم و اذن فی الناس بالحج، مردم فرا بخوان، یعنی دعوته بله. تفاوت داره با عبادت های دیگه، در بله. عبادت های دیگه دعوتی نیست، در عبادت دیگه امره، اقیم الصلاه، نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده. اما در مورد حج میفرماید و اذن فی الناس بالحج یاتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق، که در اینجا وقتی که خداوند اینا رو میخونه، انسان وقتی که آیات حج رو نگاه میکنه، حالا من مالش اونایی که مشرکین میگفتم رو بگم، بعد مال توحیدش هم میگم، اونجایی که میفرماید که خداوند دستور میده به حج، به ابراهیم میگه مردم رو بخون به حج، اونا میان و عبادت حج رو انجام بدن بله. مردم میگن لبیک، یعنی اطاعت کردیم و اجابت کردیم، اون دستوری که دادی رو اطاعت کردیم، اومدیم، اون دعوتی رو که کردی اجابت کردیم بله. یعنی مثل اینکه شما کسی رو دعوت کنی، اون بگه لبیک، یا بهش بگی یه کار رو بکن، بگه لبیک، یعنی کاملا آمادن برای انجام. و فلسفه اینی که تنها عبادتی که ما اون رو به زبان باید بیاریم، نیتش رو
حج هست، گفتن لبیک اللهم لبیک، این همین هست، اینکه ما این رو به زبان میگیم، یعنی ما برای نیت برای نماز، برای وضو، برای باقی عبادات به زبان نداریم، ولی اینجا در به اصل زبان هیچ ما نیتی میتونیم به که زبان نیست، در بله اصل هیچ نیتی به اصلا در واقع قبل شروع از عبادت. بله قبل از اینکه بگه لبیک اللهم به حج، نیت رو قبلا از امکان داره اصلا چند ماه قبل نیت در رو خانه کرده، کرده باشه. چون قصد نیت یعنی قصد، اون قصد اتفاق افتاده تو دل بله از اون لحظه هم که حرکت کرده از شهر خودش، از کشور خودش و تصمیمی که از اول داشته، همه اینها اتفاق افتاده. الان که میرسه اعلان میکنه، اعلان کردن از رمز مثل تکبیرت الاحرامه. بله تکبیرت الاحرام ما نیت نماز رو از اول داریم، بله وضو گرفتیم اومدیم نماز مثلا اشراس میخوام نماز بخونیم، این تکبیرت الاحرام لحظه دخول در نماز، از اون به بعد ما دیگه وارد نماز شدیم. لبیک گفتن مثلا میگه لبیک اللهم بحج، لبیک اللهم حجتا، مثلا میگه خداوند لبیک گفتم اجابت کردم انجام حج بدم، بله این تکبیرت الاحرامه بله دقیقا مثل تکبیرت الاحرام نماز که دخول میشه اونجا هم پس همینطور. نیت نیست در واقع، نیت نیت نیست، جاش نه قلبه و اون این چیزی که ما به زبان میاریم مثل همون تکبیرت آره الاحرام اعلان شروع کردنه، اعلانه یا یاداوریه یا اعلانه. بعضی از اهل علم گفتن که تو داری به خودت یاداوری میکنی که من این چیزی که دارم انجام میدم حجه. حتی برای اونایی که بعضی از فقها هم که گفتن نیت به زبان رو هم مطرح کردن، باز همینو میگن، میگن به خاطر اینه که به خودت یاداوری کنی که من اینی که دارم انجام میدم نماز، ها بله چیز دیگری نیست، بله یعنی حرکت دیگری نیست، به خودت یاد میاری که نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب. در حج هم اعلان و دخول چیز هست، چون یه مقدار حج همونطور شما فهمیدید مثل یک شعار، لوگو، یک همه شعائره، شعائر، یه بخش رسانه ای مانند هم داره که به دیگران هم این جمع رو نشون بده و برای خود اون افراد هم یک حالت در واقع شعارگونه داره، این بلند گفتنش و هماهنگ گفتنش بهش کمک بله میکنه. اصلا ببینید در حج چیز عجیبی که وجود داره همش صدا بلند کردنه، بله یعنی اعلان کردنه همش، هم چون همش توحیده. بله ببینید تکبیرات رو که میگی الله اکبر الله اکبر، طول سفر وقتی که میرن یا تکبیر میگن یا سبحان الله میگن یا تسبیح میکنن یا حمد میکنن یا همون تکبیر عادی رو میگن یا لبیک رو میگن، بله تا میرسن از مرحله به مرحله، از هر قدمی به قدم دیگه، از میقات تا میان به میقات، میقات رد شدن تا رسیدن به مکه، باز همینه رفع صدا یعنی بلند کردن صدا، حتی برای اونایی که حج نیستن. بله در روایتی که اومده میگه بعضی از صحابه، از فکر کنم ابن عمر و ابن عباس هستن، وقتی که در کوچه های مدینه میرفتن و حج نرفته بودن، ایامی که داشتن در کوچه و خیابون و بازار و هر جا بود تکبیر میگفتن، بله با صدای بلند همه بازار هم با اونها تکبیر در میگفت. ده روز ذوالحجه. بله در ده روز ذوالحجه تا وقت حج. بله اگه اشکال نشه تماس رو بگیریم تا بله بفرمایید. بریم سراغ لبیک گفتن مشرکین ببینیم به بله چه صورت بود. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم داداشان آی موحد و جناب استاد زهرابی عزیزم. علیکم السلام و رحمت الله. دو کلمه عرض کنم از زبان شما که قال الله در اومد که هزاران بار تکرارش کنید جا داره، سقایت الحاج، کسی با معرفت به گوینده های قال الله و قال رسول الله توجه کنه الله تعالی حالشو بهش میده. امیر دل همی گوید تو را، شما اهل فضلی یا من دیگه زیر به کرمون میبرم، امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داری که عاشق باش تا گیری زنان و جامع بیزاری. قربون اون دلهای مبهد برم، ما با این پنج حسمون که نونهایی میخوریم که به قول مولانا زهر ماره، با بویایی چشایی شنوایی اهل فضلن بیننده های نازنین موحد ما، و یه لباس های رهبر رئیس جمهور ننه بابا بشمر برو جره که دوزار قال الله رفت نداره، به قال رسول الله رفت نداره. حج تمرین انسانیت حقیقیه، تمرین العزت
رسوله و للمؤمنین نمال اون 12 نفر مصادره کردن. یه عده صداتون داره قطع میشه آقای عبدالرحیم عزیز. بله تماسشون قطع شد، فکر میکنم رو به مطلب گرفته شد. متشکرم، تماسشون قطع شد متاسفانه. حالا من قبل از اینکه تماس بعدی رو بگیریم من صدا رو هم پخش کنم، اما بس رو تکمیلش کنم بله در مورد لبیک. بله معنی لبیک رو میگم که بس خیلی زیاده بخاطر اینکه برسیم. کلمه لبیک گفتن این اجابت کردم، با تمام وجود اطاعت کردم و انجام دادم، اومدم. بله لبیک اللهم لبیک دوباره تکرار میشه برای تأکید این موضوع، یعنی به کسی که میخواد یه چیزی رو تکرار که بکنه برای یک بیان شوقه. وقتی اینکه کسی شما رو صدا میزنه و خیلی دوست داری حرفش رو قبول کنی، خیلی برات عزیزه، چندین بار مثلا میگی این رو. به خاطر همینم انسان وقتی که میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، باز هم تکرار میشه این لبیک گفتن، اجابت کردم، تو هیچ شریکی نداری. و بعد میگفتن الا یک شریک نباشه، شریکی که ملکته و ما ملک، تو مالک اونی ولی اون مالک نیست. و به اون بوتاشون میگفتن، خلاصه حالا بوتایی که داشتن اینا را داری، این شریک ها هستن ولی اینا کاری نیستن، فقط واسطه هستن، همونطوری که در آیه قرآن کریم هم اومده. اما لبیکی که توحیدی هست این هست که وقتی خداوند میفرماید اونجایی و الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اون حاجی که میگه لبیک اللهم لبیک یعنی من آمادم برای حج، اون چیزی که باید انجام بدم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من دیگه دنبال هوا و هوس نمیرم، دنبال جدال و جنگ و جدال نیستم، دارم اومدم حج. وقتی که میگم لبیک میخوام حج رو به این شیوه انجام بدم که تو دستور به من دادی خدایا، که حج بیا حج کن ولی این گونه بله. و حجتون این گونه انجام، نه فسق و فجور داشته باش، نه جدل بکن، لا رفضه ولا فسوق ولا جدال في الحج، جنگ و جدالم نداشته باش، من تسلیمم در برابر اینها و همه شعائر رو فقط به اون معنا که اطاعت کرده باشم انجام میدم. بله یعنی ما نه فقط نیاز به این که توحید داشته باشیم، بلکه به همون شکلی که خداوند میخواد انجام بدیم باید انجام بدیم، به رسول الله علیه الصلاه و السلام گفته. دقیقا. نه فقط اینکه ما نیتمون، بلکه از نظر عملی هم هر آنچه خداوند متعال فرموده انجام میدیم. بله دقیقا. ببینید حج داره معنی و مفهوم و رسالت و پیام هست و این رسالت و پیام حج هست که بهش معنا میده، وگرنه اگه قرار باشه اون رو تبدیل بکنیم به مجموعه ای از طقوس که معنیش هم نفهمیم، هدفی هم نداشته باشیم، به نتایجی هم نرسیم، فقط مثل کسی میره اعمالی رو انجام میده و برمیگرده هیچ عایدش نشده، زیرا حج یک امر بسیار مهمه. رسول الله علیه الصلاه و السلام وقتی که به عمرو بن عاص ایمان آورد، عمرو بن عاص متأخر ایمان آورد، ایمان آورد فرمود اما علمت ان الاسلام تجب ما يجب ما قبل وان الهجره تجب ما قبل وان الحج يهدم ما قبل، گفت که مگه ندونستی که اسلام و هجرت و حج هر چی گناه بوده قبل خود رو پاک میکنه. بله. ولی این حجیه، حج مبروره. اهل علم میگن حج مبرور چیه؟ حج مبرور میگه اونی حج مبرور، یعنی حجی که در کامل بر و خص اجر و ثواب داره. بله. اون حجیه که مسائل تمایلات و هوا و هوسا توش نباشه، فسق و فجور توش نباشه، بحث و جدل و جنگ و دعوام توش نباشه. با اون چیزی گفته و فقط آن چیزی که رسول الله علیه السلام به عنوان مناسک برای ما آوردن اجرا بشه. دقیقاً. یعنی باید از همه چیزهایی که ببینید حج خودش گویاست، یعنی شما نگاه کنید از اول حج تا آخر حج بحث چیز هست، بحث توحید هست، یک جای، یک اسمی، یک نامی، یک چیزی از کسی نیست. شما اگه حج رو نگاه کنیم ببینیم در حج هیچ آثار باستانی وجود نداره. بله. یه دونه خانه چهار گوشه وجود داره. بله. دیگه شما هیچ آثاری نمیبینید. ببینید مثل این شما فرض کنید برید کشورهایی که آثار، مثلا فرض کنید برید تدمر رو ببین. بله. قصرهایی که از ملکه تدمر به جا مونده است، شما برو شهرهای قدیمی باستانی رو ببین، اینقدر جاهای دیدنی داره بسیار زیاد. بله. معماری ها، تمدن ها، فلان، ولی خداوند در این سرزمین
هیچی رو نگذاشت، فقط نشانه های توحید مونده. نشانه توحید فقط مونده، چیزایی هم مونده که آثار باستانی وجود نداره. شما ببینید مثلا کجا می عرفات یه صحرای مسجد الحرام، این مسجدش جدیده، کعبه فقط هست و یک مقام مقام ادوان. ابراهیم هم یک سنگ گذاشته شده و مقام ابراهیم دیگه. شما صفا و مروه دو تا کوهه، منا یک کوهه، بعد میری عرفات، بعد میری مزدلفه، مثل خودش همون کوها مونده. به خاطر اینکه ما برای سیاحت نیومدیم، ما برای توحید هست. یعنی آثاری از این که بگیم یه تمدن اینجا هست، بیاید ببینید چه تمدنیه، بس این نیست. نه بحث تمدنه، نه بحث سیاحت، نه بحث نمیدونم هیچ چیزی دیگری از اینها نیست. بحث اساسی توحیده که همه رنگهای شرک از اون دور شده. لذا این بقای این خونه، وجود کعبه در این سرزمین هم یکی از حکمتاش همینه که و وقتی مقایسه میکنیم با عباداتی که بقیه انجام میدن، بقیه ادیان انجام میدن، حالا از ادیانی که در ایران ما مرسومه، نمیدونم مراسمی که برای سر قبر انجام میدن، کارهایی که هر سال اضافه میشه، اعیادی که هر سال تغییر میکنه، عبادتهایی که هر سال تراشیده میشه و سالهای قبل نبوده اضافه میشه بهش، تا جایی که همین افراد وقتی فکر میکردن یه جورایی زور دستشون اومده و قدرت دستشون اومده، نمیدونم مراسماتی هم خواستن به حج ابتدا در اوایل انقلاب اضافه بکنن که درگیری ایجاد کردن و نتونستن ولله الحمد که تغییر را ایجاد بکنن. تفاوت بین اونها در واقع عبادت‌های غیر توحیدی و عبادتی که از زمان رسول الله علیه السلام ثابت تا الان باقی مونده. تماس بعدی رو بگیرید. بفرمایید. خواهش میکنم، پشت خط هستید. سلام، خوب هستید؟ علیکم السلام، الحمدلله. بفرمایید، خواهش میکنم. در باب مناظره بود به گفتیتون، برای همین بهتون پیام دادم داخل واتساب، این حسابتون پیام دادم با دکتر حسینی مناظره بکنید. بله، چون موضوع برنامه نیست، شما میتونید توی لایو اینستاگرام همین امشب بیاید. هر آخوندی که باشه، با شرط اینکه آخوند باشه، هر کسی باشه، انشالله وقت رو با هم تنظیم میکنیم، ولی موضوع الان برنامه نیست. با تون خدافظی میکنم. عذر میخوام، شخصی طور بود نگه. بله، نکته بعدی که خیلی فهم کنم برای دوستان هم جای سوال باشه، در مورد فلسفه حج گفتیم که مسئله توحیده، یعنی از همون ابتدا مونده این قضیه توحید. اما چرا خداوند متعال اینقدر تاکید داشتن روی اینکه کارهایی رو که ما انجام میدیم همون کارهایی باشه که ابراهیم و خانواده ابراهیم علیه السلام انجام دادن؟ یعنی مثلا رفتن به سمت صفا و مروه هاجر چه ارتباطی داره که ما باید سالها و قرنها اون رو باید تکرار بکنیم و انجام بدیم و بیادمون باشه؟ نه فقط حالا مثلا حج، بلکه بقیه مناسک، نه فقط طواف، بقیه مناسک که حج چرا به این شکل، همون شکلی که ابراهیم انجام داده، چه ارتباطی با توحید داره؟ گشتن یک مادر برای رسیدن رسوندن آب به فرزندش و بقیه موارد. حج یکی از ویژگی های مهمش این هست که انسان هر کی باشه که بره، باید اگر خالصانه برای حج رفته باشه، باید متفاوت برگرده. یعنی فرض کنید حالا یه انسانی در یه منزله و جایگاهی از بندگی هست، امکان داره منزله بنده گناهکاریه که گاهن میفته و میخیزه و میفته و افت و خیزی داره در عبادت و بندگی، گناه میکنه دوباره. وقتی که میره حج باید از این حالت یک درجه رفته باشه بالاتر. اعمال حج هم درجه درجه شروع میکنه به اینکه انسان رو به جایی برسونه که بندگی خالص لله بکنه و هیچ تعلق خاطری به این نداشته باشه، حتی به جایی برسه که همونطوری که ابراهیم رسید از خودش هم بگذره. بله، از خودش هم بگذره. ابراهیم بت شکن بود، ولی نه اون بت شکنی که تنها بگیم در دوران جوانی که رفت اون بت چوبی رو شکوند و
تبر رو گذاشت روی شونه اون بت بزرگه. وقتی که برگشتن گفتن خب این چه کسی بوده، بعدم گفت که اون بت بزرگه، ازش بپرسید تبر رو شونه اونه. بله. گفتن جواب نمیده و اونجا گفتن خب چیز رو که جواب نمیده، نمیشنوه، نمیتونه از خودش دفاع کنه، نفع و ضرری نداره، چرا میپرستید؟ بله. اونجا بود که شکوندن بت، نه شکوندن چوب، بلکه شکوندن فکر بت پرستی در ذهن اونها بود که متوجه بشن چی کار دارن میکنن و چرا غلطی. این دوران جوانیش بود. ولی اون بت بزرگ که در واقع شکست وقتی بود که اسماعیل رو ذبح کرد. ببینید درست خواست ذبح کنه که این اتفاق نیفتاد و ما میدونیم که این اتفاق نیفتاد، ولی حضرت ابراهیم با تمام وجود برای اطاعت کردن از امر خدا و تسلیم بودن امر خدا همه چیز رو گذاشت، حتی تعلق خاطری هم که به فرزندش داشت و فرزندی که در سن سختی به دنیا اومده، در سن پیری به دنیا اومده بود، بسیار تعلق خاطر بهش داشت و اسماعیل هم شخصی نبود که انسان دوستش نداشته باشه. بس اینه که همه فرزندها هم که همه اسماعیل نیستن، ولی با وجود همه اینها آماده بود که وقتی که اون چاقو رو گذاشت برگردن اسماعیل، در واقع چاقو رو برگردن خودش گذاشته. ببینید پدری که بخواد فرزندش رو به اون ویژگی هایی که اسماعیل داشت، به اون ویژگی هایی که حضرت ابراهیم داشت، فرزندش رو سر برد، صدها بار قبل هر بار خودش رو ذبح کرده. بله. خودش رو ذبح کرده هم در جهت تسلیم بودن امر خدا، اینکه اینقدر بتونه از همه چی بگذره، هر چی که احتمال داره تبدیل بشه به یک بتی و اونم تعلق خاطر. ببینید امروز ما تعلق خاطر ما به چیه؟ به زنه، به فرزنده، حالا این حلالش، حالا حرامش هم نگاه کن، تعلق و خاطر انسان ها به چی هست؟ به فیلم مبتذله، به رباس، به رشوه است، به قدرت، به صندلی که روش نشسته، مسئولی که روی صندلی نشسته، اینا همه بتن. بله. همه بتهایی هستن که مانع از رشد انسان میشن. لذا کسی که میره حج میخواد به اون جایی برسه، به خاطر این ببینید قربانی تقریبا آخرین فرضی است که حجاج انجام میدن. اونجا دیگه به اون مرحله میرسن که باید انسان آماده باشه تسلیم امر خدا و قربانی کنه. لذا مرحله به مرحله تا به اونجا میرسه. مرحله اول اینه که لبیک رو میگه. بله. لباسای عادیش رو در میاره، زیورالاتش رو در میاره، بوی خوش رو ترک میکنه، ناخون و موش رو نمیگیره و همه یک رنگ یک لباس بتن. تفاوت ها رو میشکنه اینجا. اونی که قبلا فکر میکرده آغاز، الان میبینه با برده در یک ردیفه. هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، هیچ تفاوتی بین غنی و فقیر نیست، بین قوی و ضعیف نیست، بین پولدار و بی پول نیست، بین نمیدونم عالم و جاهل نیست، همه یکی هست، همه یک لباسه. اونی که عالم ده ها و صد ها کتاب نوشته با اونی هم که هیچ کتابی رو نخونده، کلمه هم بلد نیست، یکی هست. اینه که انسان همه بت‌های نفسی رو انسان میشکنه. در قدم اول لذت‌ها رو کنار میذاری، اونایی که حلال بوده همه ممنوعه. ببینید همسر داره ممنوعه. بله. نمیتونه در مسائل جنسی حرف بزنه. بله. نمیتونه هیچ کاری انجام بده که بوی جنسی داشته. رفس یعنی همین، این ممنوعه. حالا حرامش خب به طریق اولا ممنوعه. عرض کردم لباس و دوخته و زیبا نباید بپوشه. من به نظرم میاد کلامتون به نظرم میاد این که حتی همبستری با همسر هم خداوند ناجایز دونستن به دلیل این هست، شاید در واقع از دیدگاه خودم این هست که گاهی اوقات همسر و فرزند حالا در کنارش اونقدر دوست داشتنی میشه که انسان از خدا به خاطرش میگذره، یا از اون به خاطر خیلی از خدا، از خدا و از دین میگذره به خاطر به خاطر این مسئله. حالا از حرامش گرفته تا اونجا که دیگه هم حلال و حرامش هر دوتا هست. دقیقاً. حالا ببینید همه رو ترک می‌کنه، همه لذت ها رو ترک می‌کنه. آره، محبوب ها خیلی زیادن که یکی از اسباب نه تنها گناه و معصیت و انحراف و جنایت همین مسائل است. همین زن هست. نه تنها زن، زن مال بچه، زن بچه مال همه اینها باشه. یا مرد برای زن، جنایت ها که اتفاق میفته یا به خاطر پوله، یا به خاطر فرزنده، یا به خاطر همسره، حالا همسر نگیم، به خاطر جنس مخالفه. بله. این جنایت ها همینطوری صورت میگیره. خب و اینجاست که انسان باید از همه اینو تبدیل شده به یه بتی. بله. وقتی که انسان نمیتونه از مال حرام بگذره،
میره جنایت هم میکنه به خاطر اینکه به دستش بیاره. و حج در واقع بهمون میگه که باید از این بگذری. توحید یعنی این. توحید یعنی از این که در تمام تعلقاتت خودتو تصفیه کنی. این تنها نیست یه بتی وجود داره میگی از این به بعد من یک بت رو عبادت نمی کنم. نه، در تمام سیر حجتم، در تمام دعاها، در تمام نداها یک کلمه وجود نداره که اسم غیر الله باشه. نه توسل به امامی، نه توسل به پیری، نه توسل به پیغمبری، نه توسل به هیچ کس بجز صلوات فرستادن بر پیامبر در نمازها. در غیر اون هم به عنوان شعیره حج نداریم مثلا گفته باشن صلوات بفرستید. صلوات بفرستید نداریم. ببینید لبیک داریم، تکبیرها رو داریم، سبحان الله گفتن در پایین اومدنها رو داریم و ارتفاعات رو الله اکبر گفتنها هست. دیگه نداریم. ورود به حج میکنی توافه، بعد مقام ابراهیم نماز دوباره، یعنی بعد از مقام ابراهیم در واقع نمازی هم که میخونی ربطی به مقام ابراهیم نداره. بله، یعنی اصلا توجهی بین نکنن ببینن بگن پس این نماز به خاطر مقام ابراهیم، نه هیچ وقت، بلکه فقط مقام ابراهیم که اونجا مطرح میشه، یعنی نمازت بعد مقام ابراهیم باشه نه قبلش. از نظر مکانی هست، از نظر مکانی مکان. اونم مقام اونم ابراهیم جایگاه در واقع شرعی نداره. نه نه، اصلا به خاطر اینه که بعد مقام ابراهیم مانع طواف کننده نشه. بله، به خاطر اینکه اگه بعد از یعنی به قبل کنه. مقام ابراهیم باشه مانع میشه، مردم یعنی دارن طواف میکنن و این داره نماز میخونه. بله، بعدش که واقع میشه به خاطر اینه که دیگه راه رو باز کنه برای کسی که داره طواف میکنه. بله، و سعی صفا و مروه همینه، همش دعا هست و ذکر هست و توحید تا میرسید به بقیه مسائل و شعائر دینی. ببینید این یک مرحله، مرحله بعدی طواف، مرحله بعدی سعی صفا و مروه است، تا مرحله دیگری که میرسیم به وقوف عرفه. در اونجا باز توحید خالصه. بله، توحید خالص است. حتی اسم عرفه بعضی گفتن خب چرا اسمش عرفه هست، و بعضی گفتن ببینید در روز عرفه در روایت سعید داره میگه خداوند به آسمان دنیا میاد و مباهات میکند به بندگانش، میگوید به ملائکه که ببینید بندگان من که از راه‌های دوری اومده اند، جوریده و یعنی غبارآلود اومده اند و اینجا فقط منو میخوانند و بندگی منو میکنند. در اونجا بعضی از اهل علم گفتن عرفه یعنی اینجا انسان خدا رو بیشتر میشناسه و یعنی تقرب بیشتر به خدا. میگه در روایت میفرماید که هیچ جایی به اندازه روز عرفه مردم به خداوند نزدیک نیستن. بله، و این شناختی که انسان ایجاد میشه براش و توحیدی که تقویت میشه در اونجاست که این مکانت رو به عرفه داده، که حج کلش عرفه حساب شده، یعنی الحج و العرفه، عرفه حج، حج رکن اصلیش عرفه است. بله، وقوف عرفه. خب بقیه شعارهای دیگه تا رمی جمرات، تا اینکه ذبح قربانی که میاد و داستان حضرت ابراهیم که اونجا ذبح میکنه، در واقع خودی خودش رو هم زیر پا میذاره به خاطر دعوت الهی. حالا اگه کل مراحل حضرت ابراهیم رو بدونیم، از زمانی که زن و فرزندش رو میاره به سرزمین لم یزرع، و درسته اینجا جایگاه حضرت هاجر به عنوان یک زن صبوری که اینقدر یقین داشت به اینکه خداوند اونها رو در اون بیابان رها نخواهد کرد، تسلیم بود و بدون اعتراض همونجا موند. و اسماعیل وقتی که بهش گفت که من خواب دیدم تو رو ذبح کنم، گفت که افعل ما تؤمر ستجدونی صابر ان شاء الله صابرا، اگه این کاری رو بکن که خدا به دستور داده منو صابر خواهی دید. این هماهنگی قوی و این خانواده بسیار بزرگی که انسان در اینجا میبینه، نمونش رو شاید در تاریخ خیلی یعنی یا اصلا نظیر نداره یا خیلی کم نظیره. بله، چون شما تشریف آوردید من کلی سوالات مرتبط به همین ادامه داشتم، ولی سوالات فقهی انقدر زیاد شده. بله، من فقط چند تاشو میخونم، سعی میکنم برنامه رو 100% فقهیش نکنه. سوال اول، تراشیدن موی سر داشتن حتما حتمی هست برای همه، باید این کار رو انجام بدن؟ احتمالا منظورشون حجاج بوده، چون بعید میدونم منظورشون کسانی بوده. آره، که در حج نباشن. برای کسانی که در حج نیستن که نیست، این ارتباط نداره، تراشیدن سر ارتباط نداره به کسایی که حج نرفتن، و شاید هم منظورش کسی باشه که قربانی میکنه. البته اون رو بعدا خواهیم گفت. اما در مورد حجاج، بله، یکی از ارکان حج و عمره حلق یا تقصیر هست، یعنی که
موهاشون رو اگر در عمره اینطوریه که بعد از اینکه طواف کردن و سعی صفا و مروه رو انجام دادن موهاشون رو یا کوتاه کنن یا بتراشن. تراشیدن افضلتر هست ولی کوتاه کردنم درسته. حلق و تقصیر برای کسانی که در غیر حج هم قربانی میکنن کوتاه کردن مو، حالا اون برای اونا رو خواهم گفت اون رو. الان این در مورد حجاج میگم و اونایی هم که در آن بعد اینکه حج رو انجام دادن و بعد از اینکه در روز دهم که از مزدلفه برمیگردن قربانیشون رو انجام بدن، رمی جمره رو بکنن، بعد حلق یا تقصیر رو انجام میدن. بله، و این در واقع یکی از ارکان حج و عمره هست. برای کسانی که نیستن در حج چطور؟ اما برای کسانی که در حج نیستن و قصد قربانی کردن دارن، یعنی قصد دارن قربانی رو انجام بدن، آیا میتونن از موی ناخون موشون و ناخونشون رو بگیرن؟ میتونن موشو بگیرن، ناخون بچینن قبل از قربانی؟ این آره، این سوالی شاید خیلی مطرح میشه برای بعضیا و اینم به این علت است که دو تا روایت وجود داره در واقع، یا دو نوع روایت وجود داره. یک روایتی است که روایت ام سلمه است که میفرماید پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمود اگر کسی میخواد قربانی کنه نه از موش بگیره نه از ناخونش. و منظور از اول ذلحجه هست، از اول ذلحجه تا وقتی که قربانیشو انجام میده، تا بعد قربانی، تا بعد قربانی موشو نمیگیره، ناخونش هم نمیچینه. این در این روایت اومده. اما روایت های دیگری هست که اونا هم صحیح هستن، در صحیح فکر کنم صحیح مسلم اومده، بخاری اومده، که ام المؤمنین عایشه میفرماید که پیامبر هر سال قربانی میکردند. ببینید پیامبر 10 سال مدینه بودند و در سال آخر حج کردند و در بقیه سالهای دیگه قربانی هاشون رو انجام میدادن. میفرماید که هیچ چیزی رو که حلال بوده برشون رو حرام نمیکردند، دائما کاری رو انجام میدن که اون کسی که در احرام نیست انجام میداده، همه چی رو، از جمله ناخون گرفتن رو، از جمله مو گرفتن رو. و به طرق مختلف هم اومده، چندین روایت هم در این باب اومده، لذا اختلاف نظر از بین اهل علم. همین روایت باعث شده که دو تا رأی مختلف باشه. امام احمد بن حنبل میفرماید که واجبه نگرفتن ناخون و مو، اما جمهور فقها میگن که مستحبه. در شوافه هم میگن که مستحبه، میگن مستحبه، همه میگن مستحبه به جز امام احمد، میگن مستحبه به خاطر روایت دیگری که اومده. علتش هم این که روایتی که ریش هم جزء مو حساب میشه، کل مو، هر موی، هر موی، بله، حتی موهای زائد، هر موی، موهای زائد بدن رو بعضی از فقها میگن، بعضی میگن نه فقط موی سر و ریش و ناخون، ناخون، بله. و این برای کسی که داره قربانی میکنه، نه کل خانواده، بله. اون یک نفری که قرار قربانی بکنه سنت، یعنی مستحبه، بله. با توجه به این روایت ام سلمه که از موش نگیره و ناخونش هم نگیره، بله. ولی اگر هم این کارو کرد هیچ گناهی نداره، گناه نیست. نهایتش حتی اگر معتقد باشه به این که اون رأی امام احمد رو تایید بکنه و قبول داشته باشه، نهایتش بگه استغفرالله. بله، خیلی متشکرم. تماس بعدی رو میگیریم و بعد سوال بعدی رو میپرسم انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم، پشت خط هستید. بفرمایید. من صداتون رو ندارم. میریم سراغ سوال بعدی. دوستی میفرمایند من بذارید مثال بیارم. میفرمایند منظور از الحج اشهر معلومات، منظور از معلومات چیست؟ یعنی چی که ماهای معلوم؟ ببینید حج یک وقت مشخصی داره، شما نمیشه هر وقتی حج کرد. عمره رو در طول سال در هر ماهی در هر وقتی میتونی انجام بدی، ولی حج ماه مشخصی داره. ماهای مشخص حج عبارت از شوال، ذوالقعده و 10 روز اول ذوالحجه یا 13 روز اول ذوالحجه هست. این ماهاش هست، ولی این به این معنی نیست که در هر کدوم از این ماها میتونی حج رو کامل انجام بدی. دخول در حج رو، دخول در مناسک حج رو میتونی از اول شوال شروع کنی، ولی تمامش رو وقتی بخوای همه رو انجام بدی باید اون رو تا 13 ذوالحجه اونجا باشی یا 12 که در از 9 ذوالحجه وقوف عرفات رو داری، 10 ذوالحجه برمیگردی قربانی و رمی و حلق و تقصیر و طواف رو انجام میدی و بقیه ایام دیگه هم
رمی جمرات و مبیت به منا رو داری. اینگونه تموم میشه. یعنی میتونی اگه اونی که تمتع میکنه مثلا حج تمتعه، عمره رو در شوال انجام بده، از احرام میاد بیرون، منتظر میشه تا ذی‌الحجه و حج رو در ذی‌الحجه انجام میده. خیلی متشکرم. دوست دیگر میفرمایند که اگر کسی توانایی انجام قربانی را داشته باشد اما این کار انجام ندهد گناهکار است؟ قربانی در اصل رأی جمهور فقها بر این هست که سنت است و سنت مؤکده، و اما رأی امام ابو حنیفه این هست که واجبه. بله. در نظر ایشون اگه کسی قربانی انجام نده گناه کرده، بله، در رأی امام ابو حنیفه، و اونم به دلیلی که میفرماید کسی که خداوند وسعتی در رزق بهش داده است و قربانی نکند، فلا یقربن مصلانا، نیاد به نماز، یعنی به مصلا نیاد، نه به نماز عید، یعنی نماز عید نیاد، و این نوعی توبیخ هست. بله. این رو حمل کردن بر این که واجب هست، و اما جمهور فقها گفتند که نه، واجب نیست و سنت مؤکد هست. و من این نشد از این که کسی توانایی هم داشته باشه قربانی نکنه، یک فضیلت رو از دست داده. خیلی متشکرم. حالا که بس شد بر سر این موضوع، چرا ما اصلا این که آیا ما میتونیم بگیم چرا، یا این که ما فقط باید سمع و طاعتن؟ اگر نمیتونیم، طبعا نمیتونیم در عبادات بگیم چرا، اما سوال بعضی رو هست میتونیم بکنیم که چرا خداوند این رو، چه فلسفه ای داشته که خداوند ریختن خون رو یکی از نشانه های توحید به ما نشون دادن؟ یعنی ما گفتیم تمام حج توحید هست، حالا چرا ما یکی از کارهایی که توی این توحید برای رسیدن به توحید یا حداقل نشان دادن توحید انجام میدیم که خون یک حیوان ریخته بشه؟ بله، خداوند میفرماید در قرآن لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اون چیزی که خداوند از ما میخواهد تقوا هست. تقوا هم در اینجا این هست که تسلیم امر خدا شدن هست. یعنی ما کاری رو که انجام میدیم هدف اصلی اون است به تقوا رسیدن، و در این ما یکی از شعائر، یکی از عبادت ها قربانی کردن. حالا فلسفه های دیگرش که خدمت به مردم و به فقرا دادن و خلاصه اینکه فقیر هم بی نیاز میشه، از گوشت قربانی بهش داده میشه، از طرف دیگه حالا منافع دیگه ای وجود داره که در قربانی، که میتونه یکیش هم منافع تجاری و در واقع فعال شدن و نشیط شدن بازار دام و اینها باشه. خیلی متشکرم. من تماس بعدی رو بگیرم. بعضی دوستان پشت سر هم تماس میگیرن. من تا قبل از اینکه تماس ایشون خوب بس شد، بفرمایید، خواهش میکنم، پشت خط هستید. سلام. علیکم السلام. بفرمایید. علیکم السلام. مزاحم شدم میگم سوال من ربطی به موضوع شما ندارم، من تا سوال فقهیه میخواستم از آقای زهرابی سوال کنم که خرید و فروش تریاک و کشت تریاک حلاله و حلال حرامه؟ ببخشید دیگه، عذرخواهی میکنم. با عرض معذرت از شما خداحافظ. خدا نگهدارتون. بفرمایید استاد. گرچه مربوط نیست به بحث ما امشب، ولی به هر حال مشخصه. ببینید، تریاک فقط در حدودی که شرع اجازه میده، زمانیه که یک مؤسسه خاصی بخواد به جهت استفاده کردن از اون برای دارو و اینکه بخوان چیزهایی رو ازش استخراج کنن که تبدیل بشه به دارو یا فایده های صنعتی دیگه ای داشته باشه، در اون حد اونم باید حتما تحت نظارت یک مؤسسه ای باشه و زیر نظر دولتی که واقعا هدفش این نیست که مخدرات رو به جامعه تزریق کنه باشه. در غیر این صورت حرامه. کشت تریاک حرامه، فروش اون حرامه، خرید اون حرامه، توزیع اون حرامه، جزو گناهان کبیره هست و ضرر و زیان بسیار زیادی رو به جامعه وارد میکنه. در واقع کسی رو که معتاد میشه به این مواد مثل کشتنش هست، مثل قتل، تفاوتی نمیکنه در اینجا. یک انسانی که مبتلا میشه به این و اعتیاد پیدا میکنه، تمام اون توانمندی هایی که خدا بهش داده و قرار وظایفی رو در روی زمین انجام بده به عنوان بنده خدا، از همه اونها خواهد افتاد. ده. یعنی از زندگی خواهد افتاد. ده. زن و بچهش نابود خواهند شد. ده. کل خانواده میگن حرام. آره بله، وقتی که میگن یک نفر در این خانواده اگه معتاد باشه، کل خانواده تحت تاثیر اون. خیلی متشکرم. حرام هست. بله بله. آقای علی از لندن بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم استاد موحد، خسته نباشید. قربان و شما از ادب علیکم و سلام دارم خدمت آقای زغابی عزیز. علیکم السلام. استاد من وقت زیاد نمیگیرم چون وقتی هم وکیل مونده. سوال من اینه که به اصطلاح حج کلامات طواف اونجا که انجام میدیم، من اصلا شنیدم در حدیث هست یا نیست، میگن که در آسمان یا در عرش در هر جا هست، میگه اونجا هم به اصطلاح فرشتگان طواف میکنن و 70,000 فرشته طواف میکنن، دیگه نوبت گیرشون نمیاد. آیا حقیقت داره، حدیثی هست یا صحبت ها چیزی شده که من میخوام توضیح بده استاد زراوی؟ و سوال دیگه که داشتم استاد، به صدا قبل از ابراهیم آیا انبیاء کسان دیگه هم بودن؟ این هم میخواستم هم دوت کنین توضیح بدین. خدا حفظتون کنه. کسان دیگه بودن منظورتونه کسی دیگه حج کردن یا اصولا انبیاء قبل از ابراهیم بوده یا نبوده منظورتونه؟ ها نه، حج نه، قبل از ابراهیم انبیاء بودن که مرسل بودن که اسمشون در قرآن یا مثلا در حدیث یا در هر چلو باشه، من اطلاع زیاد ندارم. بله، جوابتون رو میگیرید. متشکر از اینکه تماس گرفتید. خدا حفظتون کنه استاد موحد. بزرگوارید. آمین. همچنین شما رو خدا نگهدارتون. سوال اول، باور بر این که در هم در موقعی که طواف میکنن در همین راستا، میگن حالا اصولا من اینجوری شنیدم فرشتگان دارن طواف میکنن، 70,000 نفر هستن و جا گیره بقیهشون نمیاد، آیا این همچون آیا دلیل برای این وجود داره یا نه؟ بله، روایت صحیح وجود داره در این باب. آیات قرآن کریم یطوفون حول العرش، اینا در حول عرش دارن طواف میکنن و این نیست که بگیم فقط وقت حج، این همیشگیه. بله. ولی در روایت میگه که در راستای خود کعبه هست. به هر حال این در غیبه، ما بیشتر از اینم دربارش نمیدونیم چون کل موضوع عرش و اینا غیبه. اما اونی که ما میدونیم اینه که 70,000 ملائکه در هر لحظه‌ای که طواف میکنن میرن و بر نمیگردن. بر نمیگردن به این معنی، اولا به بزرگ بودن و عظیم بودن عرش، دوما به فراوانی ملائکه است که تکرار نمیشه، یک بار فرصت پیدا میکنن، اینقدر زیاد هستن فقط یک بار فرصت پیدا میکنن که طواف کنن. طواف کنن ولی دور کعبه نیست. یعنی نه دور کعبه نیست، دور عرشه. دور عرش است. بله. سوال دوم این که قبل از ابراهیم آیا پیامبری بوده یا نه؟ بله حتما پیامبران فراوانی بودن. از بعد از، حالا میگن نوح اولین پیامبر بوده بعد از آدم، ولی از اون فاصله تا خود حضرت ابراهیم پیامبران فراوانی بودن. و نوح و ابراهیم در یک نسل بودن؟ نه نه، یک نسل نیستن. نوح قبل از حضرت ابراهیم، در یک راستا در یک زمان نبودن. نه. خیلی متشکرم، وقتمون خیلی کم هست. من دوست داشتم بریم سراغ موضوعات در واقع تفاوت اختلاف ایام بین ایران و در واقع کسانی که حج میکنن، اما میذاریم برای فردا، چون که فردا هم باز برنامه داریم و میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک سوال مهم در مورد قربانی رو پرسیده بودن، چند نفری رو پرسیدن که آیا زنها میتونن خودشون ذبح بکنن یا نه؟ بله جایز زنها ذبح بکنن و هیچ مشکلی براش نیست، مهم اینه که ذبح رو درست انجام بدن. ممنوعیتی وجود نداره در این باب که زن انجام بده یا مرد انجام بده، دلیلی براش نیومده که منع کنه. بله. یه تماس هم میگیریم با اینکه زیاد وقت نداریم. بفرمایید، خواهش میکنم، پشت خط هستید. من صدای شما رو دارم، صدای تلویزیونتون رو لطفا کاملا ببرید، از طریق تلفن فقط با من در ارتباط باشید. بفرمایید. علیکم السلام. عبدالرحمن هستم از ایران. خیلی خوش اومده به برنامه خودتون، بفرمایید. میگم بخش، یعنی من خیلی در ایران هستم، مثلا اینجا ندارم توان قربانی را. خب بله، مثلا اونجا جایداد افغانستان و اینجا قرضدار مردم هستم، اونجا مثلا یک خورده دارم زمین. بله. مثلا چی کار میشه نمیشه؟ چی میشه نمیشه؟ قربانی، یعنی مثلا به ایران هستم، یعنی قرضدار هستم مثلا تقریبا. شما سوالتون دقیقا این است که آیا قربانی بر شما واجبه یا واجب نیست، درسته؟ آره، یعنی تقریبا 40 تومن قرضدار هستم، 40 تومن پول ایران، 40 میلیون تومن. بله. خیلی متشکرم از سوالتون، جوابتون از طریق تلویزیون بشنوید. خدا نگهدارتون. تماس بیشتر رو نمیتونم متاسفانه بگیرم، اتاق فرمان کلامو میکنه، چون اگه دست خودش بود از 5 دقیقه آخر وصل نمیکنه، من تا دقیقه آخر دارم وصل میکنم. ببینید، برای اینکه اولا در مذهب امام ابو حنیفه واجبه، در نزد جمهور عرض کردم که سنت مؤکده، اگرم داشته باشی انجام ندی، در مذهب جمهور فقها ایراد اشکالی نده، گناه هم نکردی ولی فضیلت رو از دست دادی. اما در نزد امام ابو حنیفه واجبه.
شرط وجوبش اینه طرف غنی باشه. غنی رو هم بر طبق معیار زکات سنجیدند، یعنی اگه کسی نفقه زندگی خودش رو داشته باشه، خونه یا اجار کرده باشه و اجارهش رو داشته باشه یا خریده باشه و داشته باشه خونه رو، خونه و لباس و خورد و خوراک و یعنی ضروریات زندگی همه رو داشته باشه، به اضافه اون به اندازه 85 گرم طلا پس انداز داشته باشه، یا خود 85 گرم طلا رو داشته باشه 20 مثقال، یا به ارزش 20 مثقال پول داشته باشه پس انداز، و قرضی هم نداشته باشه که سررسید اون نزدیک باشه، یعنی در همین ما باید قرض رو پرداخت کنه. به اضافه اینها به اندازه خرید یک قربانی هم پول داشته باشه برش واجبه، اگه کمتر از این باشه برش واجبه. حالا ایشون گفتن که این حق پول رو توی ایران ندارن، قرضدار هستن. قرضداره بله. ولی توی افغانستان مثلا خونه زمین دارن، زمین دارن. زمین که چیز نمیشه، زمین رو که جزو دارایی هایی که بدخونه میتونه زمین رو الان بفروشه قربانی بهش بخره. بله. بس اینه که اینهایی که داره عرض کردم، اینها اگه این شرایط هست، نفقه زندگی به خارج زندگی رو داشته باشه، هزینه‌هاش به اضافه مسکن، به اضافه خورد و خوراک اون ماهشون، به اضافه این که پس اندازی هم داشته باشن حدود 20 مثقال طلا اضافه بر اون در یعنی داشته باشن یه گوسفند بخرن. خیلی متشکرم. فکر میکنم با چیزایی که شما فرمودید جزش نمیشید در واقع اون چیزی که خودتون فرمودید، مگر اینکه شرایط رو داشته باشید. خیلی متشکرم استاد زرابی. من فقط شاید یکی امروز برنامه رو ببینه و فردا نبینه، این رو بگیم که عرفه چه روزی هست؟ عرفه روز جمعه هست. روز جمعه عرفه هست، سنت روز گرفتن، روزی است که دعا درش مستجاب میشه. حتما فرصت رو از دست ندید و دعا کنید. و تفاوتی داره که کجای کره خاکی باشیم؟ ببینید، اصل در حج تقویم ما نسبت به حجه. ببینید، یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. والحج اهله مرتبط به حجه، یعنی هلال ما مرتبط به حجه. ما هلال رو متابعه میکنیم تا بفهمیم اول ذوالحجه کیه و بفهمیم بقیه شعائر حجمون در روز خودش در وقت خودش انجام بدیم، مخصوصا عرفات. لذا هر جای دنیا که باشیم باید عرفمون رو طبق حج تنظیم کنیم و عیدمون هم طبق حج تنظیم کنیم. چون خداوند فرمودین آیه قرآن کریم است، یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. والحج. حالا فردا بیشتر از نظر فقهی در مورد صحبت خواهیم کرد، اما برای کسانی که فردا حتما برنامه رو ببینید، اما یادتون باشه که جمعه عرفه هست، حتما برنامه‌ریزی بکنید برای اینکه حتما روزه بگیرید. اگر ما تا فردا زنده بودیم و برنامه داشتیم، انشالله بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. و آخر دعوان، خیلی متشکر از شما تشریف آوردید. انشالله فردا هم مزاحمتون خواهیم شد و از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که پای گیرنداتون نشستید و یک ساعت برنامه رو تماشا کردید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا نگهدارتون. متشکرم. اصلا نباشید. الله